از موج چشم باران شد قرق مهتاب اینجا ای آقا ای مولا ای مولا علی از ضرورت وجود حجت در هر زمان است از منظر قرآن و روایات ما معتقدیم به تبع از آیات و روایات و همچنین ادله عقلی هم بر این مطلب دلالت دارد در هر زمان باید حجتی بین خلق و خالق باشد اعم از اینکه این حجت پیغمبر باشد نبی باشد رسول باشد یا جانشین رسول وسیع، حجت خدا بین خلق و خالق یکی از آیاتی که دلالت بر این مطلب دارد دلالت بر ضرورت وجود حجت در هر زمان دارد آیات مربوط به قدر است شب قدر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة و فيها فیها ربهم من كل امر سلام هي حتی مطلع الفجر ما قرآن رو یک بار در شب قدر بر قلب نازنین پیانبر من نازل کردیم تا اینجا میرسد تنزلل در عصبه تا تنزل تاش افتاده بر تخفیف تنزل الملائکت و الروح فرشتگان و روح که بنابر نقلی روح فرشته مقرب الهی است فرشته خاصی است تنزل الملائکه و روح فیها در شب قدر به اذن ربهم به اذن پروردگارشون من کل امر تمام امور رو از جانب خداوند متعال فرود می آورند بر کی سخن از این است فرشتگان بر کی نازل میشن بر هر شخص فاجر و فا... انسان مهمانی که جایی وارد میشه بر شخصی وارد میشه بین مهمان و اون کسی که مهمان بر او وارد میشد باید سنخیت باشد فرشتگانی که بنابر نص قرآن لا یعصون الله ما امرهم ما یعمرون معصومند معصوم بر معصوم نازل میشود او کیست تنزل الملائکت و رو فیها به اذن ربهم من كل امر فرشتگان نازل میشن امور بشر رو در یک سال وارد میکنن بر حجت خدا تا حجت خدا دعا کند ممکن است قضا و قدر در این راهگشا باشد تجدیه نظری شود تا برگردن شبه بیست و سوم برمیگردن و قضای حتمی الهی ابتداعا قدر است تقدیر است این تقدیر در شب 19 هم میاد تا شب 21 دعا میشد امام حجت خدا دعا میکند بر مقدرات این بشر و پیروانشون دعا میکند خود انسان هم دعا میکند تا شب 23 بوم که بر میگردد حتمی الهی میشد سلامون اون شب سلامون هی حتی مطلع الفجر تا طلوع فجر همچنین در سوره دخان آیه یک و دو اینچنین خداوند متعال میفرماد حامین و کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم سوال در این است که آیا قدر و شب قدر شکی نیست که در زمان پیغمبر بوده است آیا در طول تاریخ هر سال شب تکرار شده است و تکرار می شود یک سوال سوال دوم اینکه که ملائکه و روح فرشتگان و فرشته مقرب خاص الهی بر چه نازل می شود فعل مزارع دلالت بر دوام دارد خصوصا در باب تفاعل تنزل الملائکه بنابر نص برخی از مفسران اهل سنت و شیعی این شب قدر و نزول فرشتگان و روح هر سال تکرار می شود ملاحظه بفرمایید مفسر سنی رشید الدین میبودی در کشف الاسرارش میگوید جلد یک صفحه 559 علما و مفسران در وقت لیلت القدر اختلاف کرده ان. برخی معتقدند که تنها در اصل رسول خدا بوده و بعد از او برداشته شده است ولی عموم صحابه و علما میگویند لیلت القدر تا روز قیامت باقی است یعنی هر سال تکرار میشه مرحوم تبرسی از ابوذر غفاری نقل میکند که فرمود به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم آیا لیلت القدر چیزی است که در اصل انبیاست که ملائکه و روح در آن شب نازل میشوند و بعد از وفات آنها برداشته خواهد شد فرمود خیر لیلت القدر تا روز قیامت دوام و استمرار دارد نسبت به سوال دوم همین مطلبی بود که اشاره کردیم چند احتمال فرشتگان بر کی نازل بشه با سنخیت داشته باشه بر هر فاسق و فاجری یا نه احتمال دوم بگیم بر هیچ کس فرود نیایم اینم باطله به کسی فرود میاد از میشه راه سوم بگیم فرشتگان بر اولیاء خدا که با اونها سنخیت دارن حکمتش هم عرض کردم تا دعا کنند امام دعا کند حجت خدا دعا کند پیغمبر دعا کند تا شب 23 غذا حتمی الهی برای سال آینده که هیچ ربطی هم با جبر ندارد در راستای اختیار است محقق شود این مطلب در روایات هم آمده که این سوره انا انزلنا و همچنین آیه یک و دوش آمیم دخان موردش مر امام معصوم است ازش استفاده میشد در هر زمانی حجت خدا باید رو زمین باشد برخی از روایات رو براتون قرائت می از امام باقر علیه السلام بنابر نقل کافی جلد یک صفحه 249 نقل شده که حضرت فرمود ای گروه شیعه با خسم خود به سوره انا انزلناه و الاخر آیه استدلال و احتجاج کنید که پیروز خواهید شد پس به خدا که این سوره از برای حجت خدای تبارک و تعالی بعد از رسول اوست این سوره همانا مدرک دین شما و نهایت علم ماست ای جماعت شیعه با آیه حامین و المبین انا انزلناه فی لیلتن مبارکتن انا کننا منذرین بحث کنید زیرا این آیات اختصاص به والیان امر دارد با این بیانی که عرض کردم باز کلینی به سندش در کافی جلد یک صفحه 252 حدیث 9 به سندش از امام باقر نقل کرده که حضرت فرمود به خدا سوگن همانا هر که هر کس که تصدیق کند لیلت القدر را علم پیدا می کند که از برای ماست زیرا رسول خدا با اشاره به علی علیه السلام انگامی که رهلتش نزدیک شد فرمود این ولی شماست این ولی شما بعد از من است اگر او را اطاعت کنید به رشد خواهید رسید که در این روایات هم آیه را تطبیق کرده به ولایت امیر المؤمنين. روایات زیادی است باز از امام باقر نقل شده که امیر المؤمنین علیه السلام به ابن عباس فرمود همانا در هر سال لیله القدر است در آن شب امر یک سال نازل می شود برای آن امر والیانی است بعد از رسول خدا و روایات دیگری هم هست حالا یه رواتی از اهل سنت براتون بخونم در این زمینه ابن حجر هیثمی یا هیتمی بنابر نقلی در سواع قل در زیل حدیث, ثقلین تغلین این چنین میگوید بعد از نقل حدیث ثقلین در احادیث امر به تمسک به اهل بیت علیه السلام اشاره به عدم انقطاع شخصی است از اهل بیت تا روز قیامت که قابلیت و اهلیت برای اقتدا و تمسک به با او باشد همان گونه که کتاب عزیز این گونه است و لذا اهل بیت به آن امان اهل زمین معرفی شدند این بیان ابن حجر است پس این یکی از آیاتی است که ما میتونیم بهش استدلال کنیم آیات قدر بر ضرورت وجود و حجت حجت خدا بین خلق و خالق در هر زمان